سلام به دوستان و همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی با یه ویدیوی دیگه اومدم خدمتتون از اولین واکنش علیرضا دبیر به هواشی روزهای اخیرش در فضای مجازی با ما همراه باشید لطفا قبل از هر چیز کانال ما رو سابسکرایب کنید زنگوله کنارش هم بزنید تا زودتر از همه از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید علیرضا دبیر کشتیگیر پیشین سیاستمدار و مدیر فدراسیون کشتیه اون متولد سال 56 و از سال 85 تا 96 هم عضو دوره های سوم و چهارم شورای شهر تهران بوده اون توی دوره سوم شورای شهر تهران ریاست کمیته ورزش و در دوره چهارم هم ریاست کمیسیون برنامه و بودجه این شورا رو بر عهده داشته دبیر همچنین مدتی هم نایب رئیس کمیته ملی المپیک ایران و رئیس کمیته ورزشکاران این نهاد بوده علیرضا دبیر در دوران حرفه‌ای خودش در کشتی برنده مدال طلای دسته 58 کیلوگرم بازیهای المپیک سال 2000 سیدنی شد که تنها مدال تیم ملی کشتی ایران در این بازیها بود و تا 16 سال بعد کسب مدال طلای المپیک در کشتی آزاد ایران تکرار نشد اون توی سه وزن مختلف تونست در مسابقات قهرمانی کشتی جهان چهار بار پیاپی فینالیست بشه که به یک مدال طلا در 1998 و سه مدال نقره در 1999 2001 و 2002 شد اون توی فینال بازیهای آسیایی 2002 با مصومیت شدید از ناحیه کتف مواجه شد که زمین ساز ناکامی اون در بازیهای های المپیک 2004 آتن و کنارگیری زود هنگامش از دنیای قهرمانی بود در مصاحبه ای گفته یک سال بعد از المپیک سئول بود که مشغول تمرین در باشگاه بودم توی سالن متوجه حضور اکبر فلاح شدم اون با دیدن نحوه کشتی گرفتن من به مربی باشگاه گفت این پسر کوچولو کشتیگیر خوبی میشه اما ایشون به عنوان یک کشتیگیر پیشکسوت و رئیس فدراسیون کشتی ایران هواشی زیادی رو در سالهای اخیر داشته مثلا در مورد سفر تیم ملی کشتی ایران به آمریکا اونها قرار بود که توی بهمن 1400 مسابقه دوستانه ای رو برگزار کنند و در روزهای نزدیک به این مسابقات انتشار ویدیویی از آقای دبیر که توی اون شعار مرگ بر آمریکا سر میداد و خواستار اقدامات عملی برای محقق کردن چنین شعاری میشد بعضی رسانه های غربی از جمله فاکس نیوز در گزارشی به اظهارات اون و همچنین گرین کارت داشتن رئیس فدراسیون کشتی ایران پرداختند و این قضیه جنجالی شد علیرضا دبیر قبلا هم گفته بود که اقامت آمریکای خودش رو هفت سال پیش لغو کرده ولی مدرکی در این زمینه منتشر نکرده بود خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران توی گزارشی نوشت اگر آمریکایی ها در خصوص صدور ویزا گزینشی عمل کنند تیم ملی کشتی آزاد ایران سفرش رو به این کشور کلا لغو میکنه این مسئله در رسانه های جهان بسیار خبرساز شد که رئیس فدراسیون کشتی علیه یک کشور دیگه شعارهای تند و جنجالی بده و بعد هم بگه من خودم اقامت و گرین کارد این کشور رو دارم اکثر افراد نزدیک به علیرضا دبیر در مورد اون میگن که اون فقط به فکر گرفتن بودجه برای فدراسیونه و بعدش هم معلوم نیست که این بودجه های میلیاردی رو چیکار میکنه چند وقت پیش هم در حاشیه انتخابات کمیته ملی المپیک رئیس فدراسیون کشتی یعنی علی دبیر و محمد علیپور که در چهار سال اخیر عضو هیئت اجرایی بوده با همدیگه با کنایه و الفاظ زشت حرف زدن و در آخر مراسم هم وقتی مشخص شد که علیپور رأی نیاورده کنایه های دبیر به اون تندتر شد حالا در روزهای اخیر ویدیوی جنجالی از نماز خوندن رئیس فدراسیون کشتی یعنی علیرضا دبیر در مراسم دیدار رؤسای فدراسیون ها با وزیر ورزش و جوانان در فضای مجازی منتشر شده که با هم این ویدیو رو میبینیم این ویدیو توی فضای مجازی جنجال زیادی به پا کرد و افراد زیادی نسبت به اون واکنش نشون دادن و اکثر واکنش ها حاکی از این بود که علیرضا دبیر رو فردی ریاکار عنوان کردن که در وسط جلسه در حال خوندن نمازه حالا خود علیرضا دبیر طی مصاحبه‌ای با رسانه‌های داخلی ایران به این مسئله واکنش نشون داده دبیر در خصوص این مسئله گفت اول اینکه خدا رو شکر من کار غیر شرعی نکردم و کتک خوردم دو روز قبل یه مصاحبه ای داشتم و از خجالت اون آدمای ضد انقلاب در اومدم و به طور حتم میدونم امروز هم بعد از توضیحاتم درباره ماجرای نماز خوندن من حواشی دیگه ای هم برام درست میکنن خوشبختانه من به خاطر نماز کتک خوردم نه کار خلاف و غیر شرعی رئیس فدراسیون کشتی در ادامه حرفهاش گفت من دیر به جلسه رسیدم و در ردیف آخر جلسه نشستم که سجاد انوشیروانی رئیس وزن برداری بعد از گرفتن حکم ریاست فدراسیون اومد کنار من نشست نماز که شد من و رضا حیدری و رئیس فدراسیون کنگفور رفتیم نمازمون رو خوندیم و برگشتیم بعد از اون وزیر ورزش تا 20 دقیقه بعد از اذان هم صحبت کرد در ادامه گفت اون نمازی که خوندم مستحبی بوده و چون ماه رمزونه من باید اون نماز رو توی اون تایم حتما میخوندم هیچ کسی هم متوجه نشد حتی بغل دستی ها من متوجه نشدن که من دارم نماز میخونم اون آقایی هم که فیلم برداری کرد بعد از افتار اومد پیش من و فیلمو به هم نشون داد بهش گفتم راضی نیستم اینو پخش نکنی یا؟ اما گفت خیلی اتفاقا فیلم خوبیه من پخشش کردم با شنیدن جمله اون واقعا شوکه شدم بهش گفتم من بابت انتشار فیلم نماز خوندنم راضی نیستم و تو داری باعث میشی که هاشیه های زیادی برام درست بشه علیرضا دبیر درباره تبعات این اتفاق گفت بعد از انتشار فیلم چندین خبرنگار با من تماس گرفتن خیلیا گفتن ریا کردم بهشون گفتم مگه شما نیت خون هستین دو سه نفر دیگه هم بهم زنگ زدن و گفتن آفرین خیلی کار خوبی انجام دادی که من به اونها هم گفتم شما هم از نیت من خبر ندارید همیشه تو دلم میگم خدایا منو پاک ببر اونهایی که من رو قضاوت کردن اگر درست گفتم که غیبت کردند. اگه اشتباه هم گفتن که تهمت زدند. در هر صورت اونا گناه کردند و بار گناه من گردن اوناست مردم مراقب باشند و قضاوت نکنند در ادامه واکنش ها مینا وحید بازیگر خوب ایرانی با انتشار این عکس از نماز خوندن علی رضا دبیر نوشت من موندم این خودش خجالت نمیکشه فقط قیافه بغلیش مشتبا پوربخش گزارشگر ورزشی که در اوایل اعتراضات اخیر هم از شغلش در صدا و سیما استفاداد استوری یکی از افرادی که از علیرضا دویر تعریف کردن رو منتشر کرده نوشته از اینکه به جایگاهی رسیده ای که سلبریتی ها رو عصبانی کنی و بهت بگن خجالت نکشیدی اونجا نماز خوندی یا قبله درست بود به تبریک میگم و در جواب اون آدم بی که از صدا و سیما جدا شده تا بتونه تو ایران اینترنشنال آنتن بگیره اما قسمتش نشده احمق نماز مذهبی رو میشود نشسته هم خوند حتی در حین راه رفتن اما توقع ازت نیست که بدونی و اون بازیگر اگر بنابر خجالت باشه این تویی که باید خجالت بکشی که لخت و مست وسط کنسرت اون خواننده پریدی و فریاد زدی اما چون واژه حیا و عفت زن در خانواده تعریف نشده این موضوع برات غریبه آقای دبیر دست خوش مشتبه پوربخش با هشتک مالکش اعظم نوشت ریا نوعی شرک است شرک اسخر و به تعبیری شرک خفا یعنی شرکی که ظاهری نیست و در باطن شکل میگیرد شرک از بزرگترین گناهان کبیر است و گستره وسیعی از اعمال عبادات و اعتقادات رو در بر میگیره که از آن جمله ریاست پس ریاکار نوعی مشرک است زیرا اعمال و عبادات خود را خالصانه انجام نداده ریاکار به خاطر جلب توجه دیگران عبادات خود را انجام میدهد پس گویا در عبادت خداوند کسان دیگری رو هم با خدا شریک قرار داده است پیامبر گرامی فرمود بیشترین چیزی که بر شما میترسم شرک کوچکتر است سوال شد یعنی چه فرمود شرک کوچکتر ریا است روز قیامت وقتی که خداوند به بندگانش پاداش داد به اهل ریا میفرماید به کسانی که برایشان عمل میکردید مراجعه کنید و پاداش خود را از ایشان بگیرید و در پایینش نوشت نماز مستحب هم شرایط اضطرار داره مرسی که تا پایان این ویدیو با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید.